رئیس جمهوری کلمبیا توافقنامه صلحی را که قرار است به جنگ داخلی در این کشور پایان بدهد رسما به شورای امنیت سازمان ملل متحد تقدیم کرد. بر اساس این پیمان صلح، نیروهای دولتی و شورشیان چپگرای فاک از 50 سال رویارویی مسلحانه دست میکشند. این توافقنامه تا چند روز دیگر در پایتخت کلمبیا امضا می شود و 10 روز دیگر در یک همه پرسی به رأی مردم گذاشته خواهد شد. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کلمبیا در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: من امروز در روز بین المللی صلح با صدا و قلبی مطمئن به پایان جنگ در کلمبیا به اینجا آمدم. در کشور ما سرمایه هایی که در جنگ هزینه می شد حالا برای بهبود وضعیت آموزشی، بهداشتی و امنیتی مردم کشور هزینه خواهد شد. کلمبیا آغوش خود را به روی جهان باز می کند. گفتگوهای صلح بین دولت و گروه فارک حدود 2 ماه قبل با امضای توافقنامه آتش بس وارد مرحله جدیدی شد. بر اساس این توافقنامه گروه فارک تعهد داد که با خلع سلاح خود تبدیل به یک گروه سیاسی شود. حدود 1 ماه قبل نمایندگان دولت و گروه فارک در کوبا پیمان صلح پایدار بین خود را امضا کردند. مذاکرات طولانی بین این دو گروه حدود 4 سال قبل با میانجیگری دولت کوبا آغاز شده بود. جنگ داخلی در کلمبیا بیش از 260 هزار قربانی گرفته.